سلام، چاکرم، شهروزم، اومدم با یه ولاگ خفن دیگه. اینجا رو باید نگاه کنم، هی یادم میره. چطوری ردیفید؟ آقا بدبانی جدید امروز اومده تو سایت، دارم میرم نمایندگی ببینم اونجا هم هست یا نه بهتون نشون بدم. حالا اگه خوب باشه میگیرم و کلا امروز میخوام یه کفش حالا برای خودم بگیرم، نمیدونم چی بگیرم ولی معلوم نیست. حالا دارم میرم بازار، بریم ببینیم چه خبره. اگه بدبانی اومده بود بدبانی جدیده رو ببینیم و اینکه یه دوری تو بازار بزنیم و اگه کفشی خریدیم که بریم برای آنباکس. ویدیو رو دنبال کنید. نمیدونم آتش سوزی شده چی شده، ولی ماشین و اینا اومده اون طبقه، یه داستانی شده دیگه. بچه ها ریختم، بچه های تیم آتش نشانی ارما خوردم حسابی، فکر کنم صدا مشخصه. مشتی صدا سکسی شده. آره دیگه، ولی خب از این سرماخوردگی های خفیف و نحیف بود، از اینه که به خاطر تغییر فصل پیش میاد، از اونجور طوری ها بود. خوبم، فقط دیگه یه دو روز یه ذره بیحالی و یه صدا، تغییر صدا و آقای صدا منم دیگه. باجی اینا زرد شده، میبینین ایرای این کوله هم زرد شده رنگش. میدونید با چه ترکیبی میشه تمیزش کرد که دوباره برگرده شفاف شه؟ اگه میدونید توی کامنت ها بنویسید، چون خیلی زرد شده، داره زشت میشه دیگه. آره دادا، اینجا یه مغازه است، خوام بهتون نشون بدم این مغازه رو. ببینید تمش صورتیه، خب زنون فروشیه. بعد اسمشو نگاه، دادا اسمشو گذاشته نوک. نوک چی دقیقا؟ اینو من نتونستم درک کنم. خیلی باحاله، ولی تمش همه صورتیه، کلا مغازه باعشقیه. ولی نوک، نوک یعنی چی آخه؟ چرا؟ شاید هم ناکه، نمیدونم، ولی اسم عجیب و غریبیه. آره امروز هم روز تعطیل، اینجا شنبه است، همه زدن تو خرید و اشغال و بیرون و داستان شلوغه. روز شلوغه. خب تقریبا رسیدیم آدیداس. بعد اینکه میخوام بدبانیه رو نزدیک ببینم اگه اومده باشه، چون تو سایت باز شده. میگم اگه حال کنم بدبانیه رو میگیرم، اگر نه یه نایکی، یه نایکی دیدم اونم خیلی خفنه، اونم تو حالم بود بگیرم، ولی نمیدونم دیگه. حالا بدبانی هم چیز خفنیه، مثل اینکه ما هم نزدیک ببینم یه حالا هوایی دیگه. شاید هم دوتاشو نمیدونم اصلا، فعلا سردرگمم، ولی هرچی رو براتون بگیرم براتون آنباکس میکنم دیگه. میرم استودیو و آنباکسشو میذارم. این آدیداس، این آدیداس یکی از شعبه‌های خوبه استانبول، اکثرشون هم رفیقان. بریم ببینیم بدبانی جدیده خدا کنه اومده باشه، چون خیلی طالبشن. چون که بوش میاد نیومده. آقا اینم بدبانی جدید، خیلی چنگی به دل نمیزنه ها. چطوره، خوبه به نظر شما؟ یه چیز دیگه که هست که سایی نرسن بدبانیه، این زبونه دوتا میشه بود. ببینید این دوتایی جدا میشه، باز میشه در رابه، این زیرش زبونه دیگه است.
زیرش زبونه دیده است خیلی باحال. اون زبونه زیرش کوتاه‌تر از زبونه روش که اینو به توی مثلا تا بزنیم اون یه لوگوی آدیداس داره روش. بعد بانیه نمیدونم من جای فکر داشت چون که کفش شبیه به اون زیاد دارم ولی خیلی کار خفنی بود، متریالش فوق‌العاده بود. چون یه ذره راستشو بخواید دلم پیش نایکیه بود، مثلا برم نایکیه رو بگیرم فعلا چون از قبل بهش فکر میکردم و بعد بنیه جدید اومده البته خب سریع هم سولد میشه ولی فعلا رو نایکیه بود. حالا میرم نایکیه رو میگیرم بعدش براتون آنباکسش میکنم دیگه. این در واقع الان میرم نایکی رو میگیرم میرم استودیو آنباکسش میکنم. بعد اینجاست یه فروشگاهی که میخوام ازش بگیرم. اینجا هم بدبانی رو داره، حتی میبینی اینجا هم بدبانی رو داره. حالا میخوام برم از این خرید کنم دیگه ولی نایکیه رو میگیرم. بریم نایکی رو بگیریم ببریم استودیو آنباکسش کنیم دیگه. از من خداحافظ. لایک و سابسکرایب و کامنت تو اینا هم یادتون نره. من برم نایکی رو بگیرم و برم استودیو دیتیلاشو بهتون نشون بدم. خیلی کفش خفنی. بله اینم کفشی که خودم خیلی هیجانشو دارم واقعا، خیلی کلاب خفنیه برند هاف و نایکی که خب لوگوشو میبینید اینجا براتون گذاشته، جاست دو ایت نوشته شده و در واقع یه طرف جعبه، اکثر جعبه‌های نایکی خب این شکلیه دیگه، نشونه ای از جعبه های نایکی رو میبینیم، دیزاینی از جعبه های نایکی رو میبینیم و یه طرف جعبه هم دیزاین هاف رو میبینیم که با همون رنگ سازمانی بهش میگم فکر کنم، رنگ شرکتی و رنگ اصلیش که این سبز هست. اینم که بارکود و سایز و این چیزا رو نوشته و جعبه همینه که میبینید دیگه، یه ترکیب رنگی متفاوت. خیلی جعبه دیزاین خاصی نداره، فقط تقریبا همکاری دوتا برند رو تونسته نشون بده. اینم که لوگوی معروف هاف هست. و بریم سراغ اصل داستان. خب در جعبه که باز میکنیم یه کاغذ متفاوت دیدیم ما بالاخره، که همینجور که میبینید یه حالت استریتی داره این دیزاین و فکر میکنم چند تا از شاپای خود این برنده که کشیده و خب یه سری استایلای خیابونی و عکسای استریت استایلی که براتون از خیابون گذاشته و لوگو خودش و نایکی رو میبینید که یه پلاستیک خیلی نازک هم هست. از اینا که بگذریم میرسیم به خود کفش. بذارید من این کفش جذابو در بیارم و بهتون نشون بدم. بله یه رنگ منحصر به فرد، یه رنگ باحال، یه سبزی که خیلی نمیبینیم ما این سبز رو که توی کفش ها بخواد استفاده بشه. همینجور که میبینید داخلش هم حتی این ایرای داخلش هم از همین رنگ استفاده کرده، قسمتی از زیره لوگو نایکی که چرمی هم هست داخل کفش و حتی یه لاین توی بند هم از همین رنگ استفاده کرده و روی زبونه لوگو نایکی ایر مکس و هاف رو میبینیم که زبونه اسفنجی تقریبا نرم و لطیف و باحالی داره. ما معمولا ایر مکس وان رو توی جنس های سوئده می دیدیم، خیلی کم ازش چرم می دیدیم، اونم مخصوصا ایر مکس وان. اما این کار تقریبا همش فومه یا چرم بهتره بهتون بگم. البته این قسمتش خیلی به فوم بیشتر شبیهه. این هم که میبینید یه چرم باحال که یه بافتی هم داره و هیچ جاش از سوئد استفاده نشده، همش چرمی هست. خوبش اینه که برای تمیز کردنش یه مقدار راحت ترید. لوگوی نایکی و ایر رو دارید دوباره با رنگ سبز، لوگوی نایکی رو دو طرف کفش دارید، یه ترکیب رنگی مشکی خاکستری سبز، یه رنگ گرمی رو بهتون میده. حالا نسبت به ستایی که میزنید میتونید استایلای خفنی باش دریارید. جنس خیلی متفاوت و خوبی داره که این تفاوت رو وقتی دست میزنید یا کفش ها نزدیک میبینید تفاوت جنسیشو کاملا
احساس میکنید. جنس داخلم خیلی خوب و ردیف، روی زیره هم که میبینید باز هاف و نایکی رو لوگوشو داره. اینجا براتون یه دونه ساین گذاشته که بهتون نشون میدم و یه بند مشکی که اگه با این حال نکردید کلا بتونید از بند مشکی استفاده کنید. اینم پلاستیکی بود که این ساین رو از توش در آوردم که خیلی هم کول و باحاله. این البته در واقع معمولا به خود کفش وصلش میکنن. حالا اینا اکسسوریایی که مورد احتیاجتون نیست ولی باحاله دیگه، سری کول و باحالی میذارن که مشتری احساس بهتری داشته باشه. بله این بود نایکی ایر مکس وان و کلابش با هاف که جزء کارهای تک حساب میشه، چون این برند خیلی کم کلاب میزنه کلن، اونم با نایکی و دوتایشون هم برندهای محبوبی هستن، مخصوصا توی استریت استایل ها و اسکیت بورد ها یا بی ام ایکس کار ها. در ضمن بهتون بگم این کفش زیره خیلی خوبی هم داره نسبت به بقیه ایر مکس وان ها، استکاک به زمین بیشتری داره، چون معمولا سری های ایر مکس کف سوری داره ولی این کار بهتر از چسبندگی به زمینش. من دوستش داشتم، کار خاصیه، کار متفاوتیه، شاید از لحاظ رنگ یه مقدار سلیقه‌ای باشه ولی کار فوق‌العاده کار جذاب و متفاوتیه برای خاص پسندا. دمتون گرم، حتما لایک و سابسکرایب و کامنت بذارید اگه با ویدیو حال کردید. دوستتون دارم تا ویدیوی بعد آنباکس خفن بعد. خدا نگهدار.